استاتیون عادل و عادلان در حبس. دادگاه در مصر حکم اعدام و حبس ابد برای چند تن از رهبران اخوان المسلمین را صادر کرد. دادگاه در مصر حکم حبس ابد برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و حکم اعدام برای 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله خیرت شاطر نامزد نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر و محمد البلتاجی عضو حزب آزادی و عدالت، محمد بدی رهبر عمومی اخوان المسلمین و چند تن دیگر را صادر کرد. بر مبنای نطق قاضی دادگاه گویا محمد مرسی متهم به افشای اسرار کشور، توطئه با همکاری حماس برای ایجاد بی‌ثباتی در مصر و فرار از زندان در جریان انتفاضه 2011 مردمی در اعتراض به حکومت حسنی مبارک دیکتاتور پیشین مصر است. جلسه یک روز پیش دادگاه قاهره برای قرائت احکام نهایی درباره دو پرونده جنجالی علیه رهبران اخوان المسلمین که شاهد صدور بیشترین حکم اعدام بوده است تشکیل شد. در این جلسه حکم نهایی 16 تن از رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی و 106 تن از آنان درباره حمله به زندانهای این کشور که به شکل بدوی به اعدام محکوم شده بودند صادر شد. محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر در ماه جون سال 2013 یک سال پس از آغاز دوره ریاست جمهوریش در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع دولت خود از قدرت کنار زده شد. سلام و وقت بخیر. آقایان قاضی راز محمد دلالی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و قاضی عبدالرحیم رحیم عضو مجلس نمایندگان در این برنامه آخر خط با ما هستند. خیلی خوش آمدید میمون عزیز. آقای رحیم با شما آغاز میکنیم. در نخست اگر کمی به پیشینه موضوع بریم، فکر میکنیم که چی باعث شد که در مصر مردم نخست بیان در برابر یک حکومت دیکتاتوری که چندین سال در مصر حکومت کرد انقلاب کنن و بعدش هم انتخابات برگزار کردن، رئیس جمهور مشروع انتخاب کردن و پس از او هم کودتا شد و حالا وضعیتی که این روزها جریان داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مهمان عزیز و همه بینندگان. بحث بسیار دردناک رو مطرح میکنین، بحث مصر و محاکمه رئیس جمهور مصر و رهبران بزرگ نهضت اسلامی، نهضت بزرگ اخوان المسلمین که مایه امید امت اسلامی در عصر کنونی نهضت اخوان المسلمین است. بعد از سقوط خلافت اسلامی و احیای مجدد مبارزات اسلامی در جهان اسلام و خصوص در مصر، از 1928 برابری امام حسن البنا شهید مبارزات اسلامی نقش میگیره و رهبری میشه و مبارزات به شکل اسلامی و مکتبیش آغاز میشه. استبداد حاکم بر مصر همیشه مانی بر این مبارزات اسلامی بوده، چه حکومت های شاهی بوده و چه به هر حال از امام شهید برای تربیه نسل ها، برای آمادگی برای یک حکومت اسلامی در سرتاسر جهان اسلام و یک مبارزه فراگیر برای بیداری امت اسلامی که ما در بحث بیداری امت اسلامی را داریم که از امام شهید حسن البنا میگذره و سید قطب شهید و شهدای دیگری که خداوند اونا را جنات نعیم را جایگاهش بسازند در راه آزادی، استقلال و عزت و سربلندی اسلام و وحدت امت اسلامی و بیداری امت اسلامی در طول دوران حیات گرانبارش بارشان تلاش های زیاد کردند که خداوند اونا را در قطار شهدای احد و خندق و حنین محشورشان بداره. زحمات زیادی را در راه بیداری امت اسلامی کشیدند. خب به هر حال نهضت اخوان المسلمین در طول نمی دورات مبارزاتشان همیش در صحنه بودن برای بیداری امت اسلامی و خصوص در کشورهای عربی و خصوص در مصر کارهای کلان را انجام دادن. هیچگاه حاضر نبودن گرفتن قدرت و یا هدفشان گرفتن قدرت از راه نامشروع بوده باشه. همیش به فکری بودن که امت اسلامی بیدار باشن، با بینیش اسلامی وارد عرصه سیاست در دنیا باشن، برای ساختار یک حکومت اسلامی که بر مبنای قانون الهی و قوانین شرعی استوار بوده باشه مبارزاتشان روی این مسئله بود و وحدت امت اسلامی یکی از شعارهای بسیار عمده و بلند این نهضت پرافتخار در تاریخ اسلام بوده است. اما وقتی برمیگردیم به دورانی از اینکه
امام سید قطب وقتی در دوران مبارزاتش در برابر ناصر قرار میگیره، ناصر میبینین در همون زمان هم ظالمانه نهضت اخوان المسلمین در هم میکوبه، امام سید قطب در زندان ها میفته، جوانای مسلمان حتی به شکل دست جمعی در زندان ها با فجیترین حالت شهید میشن و حتی رحم بر زنهای مسلمان هم نمی کنن که وقتی بحث از حمیده قطب و زینب غزالی و اینها را وقتی مطرح میکنیم میبینین این زنان بزرگ و پر افتخار امت اسلامی در پشت میله های زندان جان میدهند. در تاریخ اخوان المسلمین همچو مشکلاتی را سر رایشان بودن. آمدیم در این دوران اخیری که بعد از چندین سال مبارزات اخوان المسلمین که خواهان ای بودن که حکومت را به شکل مشروع و قانونیش بر اساس خواست و اراده مردم تصاحب بشن، در یک انتخابات آزاد میبینین که وقتی محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور میشه، حرکت های را بر ضد استبداد و حکومت جبار حسنی مبارک صورت میگیره. حسنی مبارک هم یکی از جمله چهره های ظالم و استبدادی بود که همیش در برابر نهضت اخوان المسلمین و جوانان مسلمان همیش در تضاد بود، هیچگاه فرصتی را نمیداد که جوانان مسلمان آزاد کار بکنن. اگر سر به زندان هایشان زده میشد همیش جوانان مسلمان پشت میله های زندان بود، چی از حسنی مبارک یا پیشتر از او نجیب و ناصر و بالاخره رسیدن به حسنی مبارک. اما در دوران حسنی مبارک قیام مردمی، انقلاب بزرگ اسلامی بر ضد حسنی مبارک صورت میگیره، مردم به میدان ها میآیند و مبارزاتشان ادامه میدهند تا حکومت استبدادی حسنی مبارک را مشروع سقوط میدهند. دست به اسلحه نمیبرند، به زور جنگ و کشتاری که به میله تفنگ بوده باشنه، بر اساس یک منطق کاملا اسلامی و خواست و اراده مردم مصر تمثیل میکنن، حکومت جبار و استبدادی حسنی مبارک سقوط میکنه. بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک میبینین که وضعیت طوری میشه که مردم میرن پای صندوق های رای، انتخابات صورت میگیره، از رای مشروع میخواین یک نظام مشروع رو بسازن. مردم مسلمان مصر با یک اراده بسیار قوی، با یک آگاهی کامل از مسائل اسلامی، پای صندوق های رای رفتن و زعیم مشروع خود تعیین کردن که آقای مرسی امروز اگر در پشت میله های زندان هست به عنوان یک رئیس جمهور قانونی شرعی و حقوقی مصر است. استبداد بر ظلم کرد و او رو به اصطلاح پشت میله های زندان برد، نظام مشروع را نظام کودتاچی ها آمد بر اساس یک کودتای نظامی، نظام مشروع را سقوط داد و مرسی و ده ها تن از پیروان اخوان و رهبران بزرگ اخوان المسلمین امروز پشت میله های زندان اسیر و در بند هستند که خداوند با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از بارگاه خدا استدعا می دارم که روزی همه امت اسلامی آزاد بوده باشند و به خصوص این مجاهد مردانه که به خاطر آزادی و سربلندی و عزت مسلمان ها در دنیا مبارزه کردند و امروز به خاطر مسلمان بودن پشت میله های زندان هستند. در مورد حکم دادگاه مسائل دیگر دور بعد صحبت نکردیم. آقای دلیلی، آقای رئین اشاره کردن که در انقلاب 2011 که صورت گرفت در مصر بر علیه حکومت حسنی مبارک یا دیکتاتوری حسنی مبارک، اقشار مختلف، گروه های مختلف در اون انقلاب شرکت کردن و بالاخره حکومت حسنی مبارک از هم پاشیدن. نقش نهضت یا گروه اخوان المسلمین در اون انقلاب چی بود و پیروزی از اینا در انتخابات چقدر نقش در اون انقلاب داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او دی تلویزیون دی نور دی تلویزیون لیدونکو ټول مسلمانانو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د هر څه نه مخته هغه شهیدان چې په مصر او په جهان کې د خپل د دعوت اسلامي او د دې لارې په حصه کې شهادت ورکړی ده، خدای دې شهادت قبول کړي. او دا شهادتونه د ټولې دنیا دپاره یو افتخار دی، نه دا چې دغه دی په اصطلاح دغه موږ ډېره مایوسي وبولو. تاسو ګورئ چې کله حسن البنا شهید او محمود قطب په مصر کې تحریک د اخوانیت شروع کړی، دا خالص د دې دپاره نه و چې دوی د ځان د ګټې دپاره د خپل
مال دی پاره دی 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 پاره چه دی خپل ځانونه په اصطلاح یو دا شیان وکوي چې پیسې پیدا کړي او په هغو باندې عیش او عشرت پک دی دی دنیا دی ټولې دنیا دی ټولو ملتونو دی پاره ازادي وغوښته او دی هغو دی پاره یو افتخاره با افتخاره ژوند تمثیل کړي او دای دی دنیا ټولو ممالکو ملتو ته دا ور وښوده چې اسلام د دنیا د ازادي لپاره ده، دیموکراسي چې په اسلام کې ده په بل دین او مذهب کې نسته، عدالت چې په اسلام کې ده بل دین او مذهب کې نسته، او هغه څوک چې دغه اخوانیت او دغه لارې ته دعوت کیږي هغه به اول مسلمان وي، دوم به خدمتګار د ملت وي، د خلکو به وي، او دا باداری مداری له دې سره نسته. خو په دې ځای کې چې له وخته د ناصره څخه د اخوانیانو په ضد باندې دوی دا ټول زحمت دغه ضدیت وکاو او ډېر یې تر کنټرول لاندې ونیول، بندیان یې کړل، شهیدان شول. خو دغه یو عمومي مقوله ده چې کله په لرګي کې هر څونه میخ وږې دا میخ قوت پیدا کوي، نه دا چې هغه میخ ماتیږي. د اخوانیانو د مسلمانانو مبارزه که هر څونه دی په زندانو کې شهیدان کې همدغونه په جهان دی په ټوله دنیا کې به دوی تبارز کوي، دوی به قوت پیدا کوي، او دوی به په ضد د کفري ممالکو او د هغه بې عقیدې ممالکو د هغو استبدادګرو په ضد باندې به په خپلو ملتو کې د دوی په ضد باندې مسلمانان تقویه کیږي او هغه به له مابینه وړي لکه تر اوسه چې پورې شهیدان. د تاسو راځم د تاسو سوال په مقابل کې، کله چې په مصر کې حسن مبارک څو کاله دی بندیان کړل، تکلیف یې ولیدل، زحمتونه یې وایستل، خو مسلمانانو په مصر کې په هر کور په هر بانډه په هر کلي کې دونه پرمختګ وکاو چې د مصر خلک ټول دې ته آماده شو چې موږ ځانونه وزنو او نور دغه په اصطلاح استبدادي حکومتونه نه منو. دا د خلکو رایه وه، دا د خلکو په د خپلو اراده د خلکو وه، نه دا چې دغه مسلمانانو یا نورو تنظیمونو دوی په زور راجلب کړي وو یا د دنیا په خاطر راجلب کړي وو. خپله خلک راپورته شو، تاسې ولیدل چې په میدانو د مصر کې ازادي کې ټول دا شهیدان سول، تکلیفونه یې ولیدل، خو مصر حسن مبارک په دې په زور باندې دې ته مجبور کړو چې د استعفا بیا لکه څرنګه چې قاضي صاحب وویلی چې مصر خو یو بیداره حکومت ده، ټول خلک یې تعلیم یافته دي، ټول خلک په دې دا داسې نه ده لکه د نورو جایو چې په اصطلاح بدوي خلک دي. هر یو ډاکتر او ماستر د هغه د عقیدې د فکر په اساس د تحلیل د دې په اساس چې مصر ته څنګه خدمت وشي له کوره راووتل او رایې ورکړې ازادانه د مصر د قانون په اساس محمد مرسي هلته پایستی رئیس جمهور وټاکل او اخوانیانو خپل اکثریت هلته تمثیل کړل. هغه څوک چې تنظیمونه له دوی سره ولاړ ول نور خلک هغه په دې عقیده شول چې له موږ نه دوی په خدمت دي خلکو، په خدمت دي مصر، په خدمت دي وطن کې، له موږ نه دوی مخته دي، دوی ته رایه ورکړه. دا چې اوس څرنګه مرسي له مابینه دي محمد مرسي د دې په اساس باندې نه ده تللی چې دوی خیانت کړی، د دې په اساس باندې نه ده تللی چې دوی چا ته ضرر رسولی دی. د دې ولې د دنیا خلکو حکومتو دا دوی ته ثابته شوه چې دغه د مسلمانانو تنظیم د اخوانیانو تنظیم په ټوله دنیا کې دا خدمات چې دی ملت ته کوي، دا خدمات چې دی خلکو ته کوي، دا خدمات چې دی ارزه کړو د ټولو دنیا د ملت خلکو ته، خصوصا د اسلامي ممالک خلکو ته چې دوی تر محاصرې لاندې دي، دوی تر یو دغه لاندې دي، یو دوی نظامونه اکثرا د بل چا تر تاثیراتو تر استبدادي حکومت لاندې. سوال دیگری که مردم دارن و بارهای سوال مطرح شده، حالا چگونه شد واقعا نهضت یا حزبی که خیلی سالهای متمادی مبارزه کرد در مصر، حتی قربانی زیادی داد در بسیاری از کشورهای اسلامی هوادار و عضو داره، وقتی میان از روی انتخابات و از روی مشروع قدرت را میگیرند در مصر و رئیس جمهور هم از اون نهضت انتخاب میشه، واقعا چگونه میشه که پس از یک سال حکومت کردن دوباره در معرض کودتا قرار میگیره، اون هم در کشوری که پیشینه کودتا را داشته و
این رهبرای این نوزاد هم تجربه ای را داشتن که بارها در معرض چنین اتهامات و زدوبنده های قرار گرفتن. مگر اوتاش طور پدی باندې پی روسی دنیا کفر ممالکو دا دی دی نقص نو دی پدی و کال کی چی چاته zarar رسواله دی چی دی په مقابل کې کوته تاوس آیا څوک وزلی دی څوک بندیان کړی دی ی چای ملک نیولای دی ی چای خلق د کورو ایست دی لکه دی نور ممالکو خلق دی ماجستوی دی چی نه دی دغه دی دنیا نور ممالکو په دې باندې پوه شو چې که دوی دغه دوره پوره کوي نو په ټول جهان کې به د ټول ممالکو د اسلامیو کې به خصوصا په هغو ممالکو کې چې دوی تر ډېر تر محاصرې د تکلیفو د دیکتاتوري دي ظاهر کې وایي دیموکراسي خو هغه دیکتاتوران دي په ظاهر کې وایي ازادي خو هغه داسې دي چې هیڅوک هلته لمونځ نشي کولی اوس په هغو جمهوریتو کې چې له روسیې نه ازاد شوي دي جوماتو ته نه پرېږدي ولې نه پرېږدي یا هر چا کدا زاده ده که مسلمان وي که مجوسی وي که یهودی وي که نصرانی وي یا کدی خو څوک چا نه سي راګرځولی دی یې ولې نه پرېږدي د دغو علت دا و چې دوی په دې پوه شو چې که دغه خپله دوره پوره کوي نو په جهان د سر د مځکې به په ټولو ملتو مذاهبو کې داسې انقلاب کېږي لکه په مصر کې چې وشو لپاره د دې چې د دې لاره راسته ده د دې لاره سمه لاره ده د دې لاره د خدمت د خلکو د پاره وه د دې لاره د دې د پاره ده چې په اصطلاح د قوم و د ملت خدمت په هغو کې راځي دا د دغو په خاطر باندې د دنیا خلکو وویلی چې که دوی دا کار کوي یا موږ دې ته دوی پرېږدو نو په ټول نړۍ کې به په ټول په سر د مځکې کې به د دوی دغه اسلامي عقیده دا اسلامي فکر خپرېږي بیا به د یو مخنیوی موږ نسو کولی او دوی داسې یو سیستم راوستی و د اخوان د رهبرانو چې هغه افراطي نه و هغه داسې نه و چې په جنګ و هغه داسې نه و چې کلشنکوف راواخلي توپونه راواخلي هغو په دې اسلامي عقیدې د تمثیل دپاره چې په ملتونو کې دنیا کې یې کتابونه نویشته کړي وه او هغه خپل خدمات یې چې د دې ملت دپاره یې کوي د دنیا د خلکو د مسلمانانو دپاره کوي او د نړۍ د بشر دپاره یې کوي په هغو باندې خلک راجلبول تر څو پورې چې د دې دپاره نه چې د ځان ګټه پکې وکړي یا ځان دغه کې خو د خپل ملت دپاره خدمت وکوي نو په دغه اساس باندې دوی پرې نه ښودل ټول دنیا کفري سره یو جای سوه د دې په مقابل کې کودتاسپاسګزارسم آقای رحیم انتقادهای زیاد ما وقت در دوره یک ساله ریاست جمهوری آقای مرسی وجود داشت سوی کسایی که حالا به نحو مخالف این حکومت بودن فکر میکنین واقعا یک سال خیلی مدت زیادی بود برای از اینکه ثابت بس آقای مرسی یا نهضت اخوان المسلمین که اینا میتونن برای مردم کار کنن و توقعی را که مردم داشتن در جریان این یک سال به دست بیارن اون هم پس از شرایطی در به قدرت رسید در مصر که خیلی انقلاب شده بود جنجال شده بود و پراگندگی های زیادی در لایه های اجتماعی و سیاسی مصر وجود داشت ببینین وقتی بحث از انقلاب مصر و رسیدن به قدرت نهضت اخوان المسلمین و زعامت جناب آقای دکتر مرسی به عنوان رئیس جمهور این پیشبینی برای دنیا استکبار نبود پیشبین نبودن برای از اینکه حتما قدرت را اخوانی ها در مصر به دست میگیرن با این همه کارهایی را که کرده بودن و امیدوار بودن که هواداران دکتاتور سابق و چپی ها و غربی ها و کسایی که هوادار لایکیت و بیدینی در مصر هستن اینا بر اخوانی ها زیادتر بوده باشن و در بحث انتخابات رأی را حتما برای کسی میدین که او رقیب مرسی در بحث انتخابات است و این پیشبینی قطعا برایشان نبود که نهضت اخوان المسلمین به قدرت میرسه بر مصر اما خلاف انتظار دنیای استکبار وقتی اخوانی ها به قدرت میرسن و زعیم ملک رهبر اخوانی ها تعیین میشه از همان لحظه توطئه و دسیسه علیه حکومت مسلمان ها برای افتاده بود خب به هر حال ببینین که امروز استخبارات دنیای استکبار دست بالا را داره در بحث استخباراتی و بحثی برهم زدن نظام و بی‌ثبات کردن دنیا که این امتحان در سطح کل دنیا داده حکومت های بسیار قدرتمند در دنیا وقتی دنیای استکبار با ایش همکاری نکرده او وضعیت را برهم داد
اما برای نظام نوپای نهضت اخوان در مصر یک سال مدت بسیار کوتاهی بود. با همه مشکلاتی که در طول تقریبا بیش از 70 سال یا 80 سال در مصر گذشته بود، یک شبه و یک روزه اخوانی ها با اون هدف اعتدالی که در وجود آوردن یک نظام در مصر داشتن، بر یک سال فرصت بسیار کم بود که اونا برسن بتوانن یک اصلاحات کاملی در سیستم و نظامداری در مصر وجود بیارن. یکی از مسائلی که باورمندانه در این مسائل حساب کردن سر تعیین عبدالفتاح السیسی به عنوان وزیر دفاع، اینها با یک نقابی که سیسی به وارد میدان شده بود و با این اعتبار که گویا یکی از افراد مسلمان و طرفدار نظام اسلامی است و اینا به جای بیوزی او طه حسین خواستن که سیسی را به عنوان وزیر دفاع تعیین کردن، نیمتن به این مسائل اعتماد نسبت به او داشتن. اما متاسفانه از رسیدن به قدرت برای مسلمان ها در مصر، توطیه علیه حکومت مسلمان ها روان بود. همه به فکر این بودن که چطور این نظام را برهم بزنن. دیدن که خیزش های غیر موجه بدون دلیل علیه حکومت یک ساله اخوانی ها در مصر برای انداختن. بله، این مسئله را که شما اشاره کردین دقیقاً یکی از انتقادها یا سوالاتی که متوجه حکومت آقای مرسی بود این بود که این حکومت در بیشتر ابعاد و در بیشتر بخش ها تنها نمایندگی از مسلمان های مصر و نهضت اخوان المسلمین میکنه و کارکرد یک ساله این حکومت واقعا همین مسئله را نشون میده که تنها این حکومت وابسته به همین گروه و همین جریان. من قطعاً با این باور نیستم، چون فکر اخوانیت، طرز تفکرشان، اصول و خط مشیشان یک حرکت جهانی برای امت اسلامی بوده، نه در محدوده جغرافیای مصر فکر میکردن. اونا برای کار کلانی در دنیا کار میکردن که شما امروز شاهدی هستین که در هر نقطه دنیا که بروین به نام نهضت اخوان المسلمین در کشورها فعالیت هایی هست به نام نهضت اخوان. حتی در کشور ما که امروز جمعیت اسلامی برابری استاد شهید یکی از علمداران نهضت اخوان المسلمین است و دیگر رهبران بزرگ جهاد و استاد سیاف همسال اینا، در کشور بزرگ ترکیه امروز میبینین که قدرت در دست مسلمان هاست. اینها پیام گیرنده های اخوان هستند که کار اخوانیت رو میکنن در مسائل و خب به هر حال با یک سلیقه متفاوت با او جریانات. یک چیز خوب بدانین که دنیای استکبار در سطح کل دنیا، امروز دنیا یک قطبی شده، وقتی دو قطب هم در دنیا بود، شرق و غرب بود، او وقت هم حراس از مسلمان ها داشتن و بخصوص از نهضت اخوان المسلمین که بعد از سقوط خلافت اسلامی کارهای بسیار کلانی در جهان کردند. بیداری امت اسلامی، بیداری در فلسطین، مقابله در برابر اسرائیل متجاوز، اینا هم حرکت هایی بود که سازماندهیش نهضت اخوان المسلمین. اما چیزی را که بسیار مهم است، دنیای استکبار از نهضت اخوان المسلمین و از رسیدن به قدرت بسیار حراس دارد. شما به یقین کامل داشته باشین که امروز امریکایی ها، غربی ها، دنیای استکبار از داعش و طالب و امثال از او هیچ حراسی در دنیا ندارن. اما چیزی را که حراس دارن، چیزی که بسیار کلان است برشان، بحثی رسیدن به قدرت، بحثی اخوانی ها هستن. چون اینها با یک حکومت اعتدال در دنیا حکومت می سازن، حکومتی که اسلوب و شیوهشان دعوت است. ای برای دنیای استکبار بسیار خطرناک است. حکومتی که به زور شمشیر به قدرت برسه بسیار با سادگی سقوط میکنه، اما حکومتی که بر اساس دعوت و شیوه دعوت اسلامی به قدرت برسه، او یک حکومت پایدار و حکومت ثابت بر اصول و اساسات خود پابند میباشه و او طبیعتا خطری بر دنیای کفر است. ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط از نور هستید. آقای دلیلی، در کل حالا پس از این که خوب به هر صورت کودتا صورت گرفت در برابر حکومت مشروع و منتخب مصر و مشخصا رئیس جمهور منتخب مصر آقای مرسی، حکمی را که دادگاه در چند مرحله صادر کرده بود، خیلی پیش هم دادگاه حکم اعدام آقای مرسی را صادر کرده بود و دیروز هم حکم اعدام مرسی و چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین از سوی دادگاه در مصر صادر شد. دلایل را که اینا برای صدور این حکمشان گفتن که بحث فرار از زندان است و سازماندهی بر علیه نظام است و جاسوسی، آیا این دلایل موجه است از نظر شما؟
تاسو داسې فکر وکوئ چې یو رئیس جمهور چا ته جاسوسي وکړي؟ آیا کوم تنظیم ته؟ آیا د مصر ده چا ته جاسوسي کوله چې دی رئیس جمهور وي برحاله او حکومت یې ده په اختیار کې وي؟ دی چا ته جاسوسي کوي؟ آیا امریکا ته یې کوي، روس ته یې کوي، او د څه دپاره یې کوي؟ جاسوسي خو چې څوک کوي د دې دپاره چې خپله قدرت ته ورسیږي. دا مطلقا دلایل، هیڅ دلایل د دې قاضي نه وو، او دا قاضي به انشاءالله د دوزخ په اور کې سوځي. دې قاضي داسې بې عدالتي کړې ده، او داسې د کوپري ممالکو تر تاثیر لاندې راغلی ده چې موږ په دې فکر یو چې دغه هیڅ انسانیت نه لري، روح د انسان نشته ورسره، عقل د انسانیت او د اسلامیت او دیانت او د مصر خو یې پرېږده چې هندویزم یې درلودی، بودا پرست وای، هغه چې داسې دغه دلایل دې ورته لیکلي وای، هغه به دا حکم نه وکړی. تاسې ګورئ چې یو رئیس جمهور بل حاله راځي، بیا سل نفره په نامه د دې باندې چې دوی له دغه نه مابسه تښتېدې او مرسي په دې باندې چې تا جاسوسي کړې. دا جاسوسي چا ته؟ روس ته یې کړې؟ امریکا ته یې کړې؟ د څه دپاره؟ د ګټې دپاره؟ د اخوانیانو دپاره؟ دا خو داسې دلایل دي چې موږ قاضیان یو. دا دلایل موجه څه کوي چې دا بالکل نه په قانون د اسلام کې، نه په قانون د کفر کې، نه په قانون د امریکا کې، نه په قانون د روس کې، نه په د جهان په قانون کې چې دا ټول قوانین د کفر دي. په دې کې دا چې دلیل نه پیدا کیږي چې د دې موجه دلیل دي دا وي چې دی د اول محاکمه شي. بله، البته اونجوری که قاضی دادگاه در نطقی که داشت گفت که تنها منحصر به دوران ریاست جمهوری آقای مرسی نیست. اونا گفتن در انتفاضه مردم مصر در سال 2011 که بر علیه حکومت حسنی مبارک بود، در اون جریان گویا چنین کارهای از طرف محمد مرسی صورت گرفته باشه. بحث افشای اسرار کشور، توطئه و همکاری با جنبش حماس و همچنان فرار از زندان. گفتن دیگه فرار دی زندان دا وسه دا خوب خود کوي او داسی حماس ته دا دی جاسوسی کوي دي څه خاطر؟ یعنی تاسو ګورئ هغه څوک چې جاسوسي کوي خو د ځان ګټه به بولي هغه به ضعیف وي. په دنیا کې جاسوسي کول تاسو ته معلوم ده، دا اطلاعاتي ګروپونه دي، دا دغه ګروپونه دا د دې دپاره کوي چې یا د ځان دپاره ګټه کوي یا یې د خپل ملک دپاره کوي. نو دی به له دغه حماسه چې څه ګټه اخلي؟ هغه تر خپله تر دهدید لاندې د بېګار ډوډۍ نه لري. هغه خپله دی راځي د مصر جاسوسي بیا غوته کوي په دې باندې چې دی مصر پې خراب. نه، مطلب مې دا ده چې هیڅ نوه دلیل، هیڅ نوه د دې دپاره، د دې دپاره دلیل نشته چې اول دی ونیسي، یعنی دی محبس ته ولاړ شي. دوم بیا د دې دپاره چې دی محاکمه شي، هغه خو یو موجه دلیل موجود وي چې دی محاکمې ته کشوي او څارنوال دعوه پیا دایروي. دریم دا ده چې قاضي ته درېږي، قاضي خو د دلایل غواړي. تو اس حماس ته ما جاسوسي کړې ده، حماس ته چې جاسوسي کړې، یعنی دا مرسي دي چې دا وطن په خرڅ کړې ده، او حماس څه قدرت لري چې د مصر راشي او د مصر قدرت ونیسي؟ او دا بندیان چې خلاص شوي دي بیا د جاسوسي کولو نه بنده چې دا بندیان خو تا په زور، په استبداد او په جبر باندې بندیان کړي وو، او دا چې دی راغی رئیس جمهور سو دی حق لري چې خلاص کړي. بله، فکر میکنم در کلیت مسئله با صدور حکم اعدام برای رهبران اخوان المسلمین، حکومت دیکتاتوری مصر در پی چی است و چی میخواد؟ و حالا شما اشاره کردن که در گذشته تاریخ نشان داده که با اعدام شدن رهبران بزرگ و حتی بنیانگذارای جریان چیزی از دست نداده اینا، بلکه بیشتر قوت گرفتن. فکر میکنین چی چیزی میخوان واقعا با این مسئله؟ دیدی خود خبر داده شی تاسی بلیدلی کلش کمونیستان افغانستان ترحال تورو کدیتا وسوه، نو دی ویلی چې دغه د یو دی له یو غټ سړي نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو په دې افغانستان کې 2000 نفر نه یاست، څنګه په افغانستان باندې به دا دغه کوی؟ او ټول ملک هم سنتي مسلمان ده، او په دې کې د مسلمانانو ګروپونه هم ډېر فعال دي، او ټول د ملت هم ورسره ده. ده ویلی چې بس موږ دا کامیابي وو. په چې کامیابي وي موږ دغه کو بدخشان هم وځابو، تقریبا 1000 یا اسل یا 1000 یا 2000 هر څو چې دي دا نفر مسیرانو علما هم ټول مړو. قندار مې وځابو، دوغه نه نفر مې جینې مړو کړو. پکتیا نفر مې دوغه نه شهیدان کړو. بامیانو باندې مې تیاری وروستې او ټول مې دغه کړو تلف کړو.
د پلانی جایم د مشرقي یو څه درلود او هغه م له مابین یو یعنی دغه نظر دا و چې اچا د فکر د ازادي درلوده هغه خلک میټول وزبل بندیان میکرو شیطان میکرو په لګون ته میواچول خو تاسو سر په تور وستر ګولیدل چې هغه د ټول دنیا ولیدل چې دو موټر شیطان کړو خو ټول بدخشان دي په مقابل کې راپورته سو نو اوس د موږ نظر دا ده دا دنیا چې دا فکر کړی دی چې محمد مرسي او دغه د اخوانیانو مسیر هم به اندام کیږي او په دې باندې به بیا په جهان کې مرسي او دغه لیسی او دا خلک به بیا کامیابیږي دوی دې په دې باندې پوه شي چې دا د دوی دپاره کامیابي نه ده بلکې په ټول جهان کې به داسې په مقابل کې مسلمانان د دوی په مقابل کې راپورته شي چې دا څه چې دوی په مصلحت کې دي دا کفري ممالک د دې ټولو دپاره به ضربه وي او انشاءالله دوی به خدای له سقوط سره مخ سپاسګزار هستم خیلی سپاس آقای رئین شما هم در جریان هستین که چند پیش وقتی که حکم اعدام صادر شد برای محمد مرسی و دیگر رهبران اخوان المسلمین یا حبس ابدشان دست کم واکنش های جهانی را در چند کشور در پی داشت و تا سازمان ملل هم واکنش نشان داد در پیوند به صدور این حکم و دیروز هم که این حکم صادر شد در بیشتر مناطق مصر تظاهرات راه اندازی شد از طرف هواداران محمد مرسی فکر میکنید که واقعا بتوانند این حکم عملی بسازند با توجه به واکنش هایی که در حال حاضر در درون مصر وجود داره و همچنان در بیرون دادگاه ظالم غیر عادلانه حکومت مستبد کودتا به رهبری جنرال بی تعهد سیسی یک حکم غیر منصفانه و دور از عدالت است قطعا با عدالت تطابق نداره به این معنا که اتهاماتی که از طریق رسانه ها علیه رئیس جمهوری مشروع و قانونی ملت بزرگ مصر اعلان شده کاملا از دید ما من حیث یک فرد مسلمان بی اساس است نه رئیس جمهور ضرورت بری داشت بر یک کشوری ضعیفتر از مصر با او جاسوسی کنه که این خودش مضحک و خنده آور است بر یک سازمانی مسلمانی که سخت نیازمند کمک در حساس ترین مقطعی که با یک مستبد بزرگ دنیا مبارزه میکنه نهضت حماس است که زمان مرسی به قدرت میرسه مستقیما بدون از اینکه کدام پرده پوشی در این مسائل بوده باشه عملا از نهضت حماس حمایت میکنه من حیث یک مسلمان من حیث زعیم یک کشور مسلمان یک واجبه دینی و مشروع و اسلامی خود بدان از این نهضت مظلوم دفاع بکنه امروز شما شاهد هستین که اردوغان از مظلومیت مرسی در پشت میله های زندان و حکومت مشروعش دفاع میکنه از مظلومیت ملت مسلمان فلسطین و حماس دفاع میکنه این حقش است به حیث یک رئیس جمهور و یک زعیم مسلمان باید دفاع بکنه امروز مسئولیت اشرف غنی است به عنوان رئیس جمهور افغانستان که از مظلومیت مرسی دفاع باید بکنه من حیث رئیس جمهور قانونی و مشروع مصر که بر اساس یک کودتای نظامی و خائنانه توسط استکبار جهانی و حتی با مصرف پولهای هنگفتی کشورهای اسلامی نظام مسلمانها در مصر به این حالت قرار میگیره باید از این حالت دفاع کنه از مظلومیت مصر و وقتی دادگاه ظالم حکم اعدام مرسی و رهبران بزرگ اخوان و تعداد زیادی از رهبران مسلمان را اعلان میکنه این خودش یک حکم غیر منصفانه و دور از عدالت است من متاسف بر ازیستم که امروز جهان جهانی که دم از کرامت انسانی و حقوق بشر در دنیا میزنن نمیفهم این کمیسیون های مدافع حقوق بشر در برابر مسلمان ها با عقده گشایی حرکت میکنن این ظلمی که امروز در مصر شد و این ظلمی که امروز در میانمار صورت میگیره مسلمان ها بیرحمانه به شهادت میرسن دار و ندارشان به چپاول و غارت میره این مسلمان ها که در غزه به ضرب شمشیری بمباردمان های وحشیانه اسرائیل شهید میشن این سازمان های مدافع حقوق بشر ظالم در کجا هستند که مظلومیت مظلومترین انسان هایی که امروز بر اساس خواست و اراده مردمشان به عنوان رئیس جمهور تعیین شد ظالمانه نظامی های خائن آمد او را از قدرت کنار زد و پشت میله های زندان انداخت من
متیقین استم که جرم مرسی و پیروان مرسی و رهبران بزرگ نهضت اخوان المسلمین بجز اسلام دیگه هیچ جرمی در دنیا ندارن و دنیای کفر که در برابر اسلام در ستید هستن هیچ این فغان و فریاد مظلومانه را نمیشنوند. این حرفای گاهی از کلام رسانه و یا نشریه در این بحث گفته میشه، اما جامعه جهانی باید با مسئولیتی که در دنیا دارن، با تعهدی که در برابر جامعه جهانی دارن، کودتاچی ها را محکوم میکردن، نظام مشروع و قانونی را به رسمیت میشناختن و هیچ نوع جرمی در مسائل مرسی وجود نداشت که مرسی مستوجب این عذابی که امروز در پشت میله های زندان است بوده باشه. اگر دموکراسی در دنیا رعایت میشه، خونمی دموکراسی بود. بله. اگر عدالت در دنیا رعایت میشه، خونمی عدالت است که یک حکومتی به خواست اراده مردم آمد. اما ظلمی که در مصر صورت گرفته، ظلمی که در اسرائیل صورت میگیره، در فلسطین صورت میگیره، اسرائیل ظلم میکنه بر مردم فلسطین، ظلمی که امروز در میانمار مسلمان ها روزانه روزی هزارها تا مسلمان شهید میشه، خانه هایشان ویران میشه، مساجد و عبادتگاه هایشان ویران میشه، این داد مظلومیتشان در دنیا کس نمیشنه. ما میگم از پشت تلویزیون شما این مدافعین کاذب حقوق بشر در کجا هستند که مظلومیت این مسلمان ها را ببینن؟ این وضعیتی که فعلا در افغانستان روان است، این وضعیتی که فعلا در یمن روان است، این وضعیتی که فعلا در عراق روان است، کل امت اسلامی زیر رگبار مسلسل ها و بمباردمان ها شهید میشن. مدافعین حقوق بشر در کجا هستند؟ امروز اگر در انگلستان یک نفری به زمین میخوره، داد فریاد حقوق بشر بالا میشه که ظالمانه به زمین خورد و ترافیک سرش چنین و چنان کرد، اما به هزارها تا مسلمان روزانه شهید میشه. این حقوق بشر مگر اینا بشر نیستن که مدافع؟ که اگر خیلی کوتاه صحبت کنیم که اگر بحث عملی شدن این حکم است و احیانا اگر عملی و اجرایی هم میشه، فکر میکنین چی پیامدهایی را میتونه در پی داشته باشه در درون مصر و فراتر از مصر هم؟ ما به دید ما این خیال خام است و دادگاهی که ظالمانه این فیصله را کرده. ما متیقین هستم که ان شاء الله به زودی این نظام مستبد در مصر سقوط خواهد کرد و این فیصله ظالمانه عملی نخواهد شد و دوباره این مسلمان ها به سرنوشت خود حاکم خواهد شد و روزی هم باز افتخار امت اسلامی از مصر تا از کران تا ماران همه مسلمان ها با عزت و افتخار زندگی میکنند و این فیصله انشاءالله عملی نمیشه. اگر این فیصله ظالمانه حکومت مصر خشم و طوفانی را در پی خواهد داشت که این طوفان باز کودتاچیا و مستبدین غرق خواهد کرد. آقای دلی، مشخصا حالا وقتی که اخوانی ها در مصر میان قدرت را قبضه میکنن میگیرن و برای یک سال هم محمد مرسی رئیس جمهور میباشه و در حال حاضر حالا بر صورت تعداد زیادی از رهبران و شخصیت های تاثیرگذار این جریان در پشت میله های زندان هستند در مصر، فکر میکنین وضعیت این جریان را شما چگونه پیش بینی میکنین و چی کاری باید اینا انجام بدن برای رهایی رهبرانشان و آینده این جریان را در مصر شما چگونه میبینین؟ خبر خدا ده چې اول که څنګه چې قیس صاحب ویلی، موږ دا فکر نه کوو چې هلته دې داسې قوت پیدا شي سره له دې چې دا مې حکم یې وکاو چې دوی دې شهیدان کړي. که دا دوی شهیدان شي، په ټوله نړۍ کې به هغه څوک چې په دغو جرم کې شراکت لري له دغو رئیس جمهور استبدادي د مصر سره او هغه کوم قاضي چې ده دی به دی په دې پوه شي چې مسلمانان او اخوانیان به خپل انتقام په ډېر جرأت سره اخلي. دومه خبر دا ده چې دغه چې دا ظلم چې په دې سوی ده، ټول مسلمانان چې په جهان کې دي، که په اسلامي ممالکو کې دي که غیر اسلامي ممالکو کې، هغه دې ته ډېر په ځیر ګوري او ډېر متوجه دي. دا به د دوی دپاره چې مسلمانان په جهان کې پرزن په داسې حالت کې اوسي مسالمت امیر زم مبارزه دی وکي، د کتاب او د فرهنګ له خاطره، د دې له خاطره چې علمی مبارزه وکي، نه د دې لپاره چې خشونت رامنځته کړي، نه د دې لپاره چې دوی خلک په تکلیف شي. دا به موجب د دې وګرځي چې په ټوله نړۍ کې به داسې خشونتونه راپورته شي چې د دنیا به بیا دا په وس کې نه وي چې د هغو ور مړ کړي او دی د مسلمانانو په مقابل کې بیا مقاومت وکولای شي. د موږ نظر دا ده
شو کوم لار چې دی دا وس تعقیب کړی ته دینه باید دی مخ وګرځوي او دی دام نکی او دی له خپل د غچ خلاصي مدني مبارزه دی وکي بشر دغه دی دنیا خلک باید دی ته ملل متحد سخت متوجي شي حقوق بشر باید سخت متوجي شي او دی ټول جهان اسلامي مملکتو رهبران په دې کې باید ډیر جدي متوجي شي چې کدی نن په مرسي باندې دی هر چا په زور دی هر چا په تاریخ دی هر چا دی ممالک دی قوی ترین او ممالک او چې وزن کوي بولی او دی غو تر تاثیر لاندې راغلی په دې دی پوه چې سبا دی نست ملت به دې په مقابل کې راجګیږي هغه څوک چې دی حامیان دی هغه به حمایه کولای نشي او په میلیونو مسلمانان به شهیدان شي مګر هغه فکر واخده چې دی مسلمانانو سره ده هغه له مابین نه نشي تلای خدای تعالی خپل دی دین حافظ ده او د دې مسلمانانو به ان شاء الله حمایت کوي او کدی شهیدان هم سي د دې لپاره خو به غټ افتخاري دی به بیا له کده نور شهیدان دي د اسلام په دغه خاطر چې تللي دي شهیدان په جنت کې وي د مسلمانانو دغه ارزو ده چې جنت ته ولاړ شي دی به ان شاء الله جنت ته ځي خو دا به وي چې په جهان کې به بیا مسلمانان دونه قوي کیږي چې د کفري دنیا به هیڅکله مخه د مسلمانانو د قوت او د دې د مبارزه او د دې د پیشرفت ونه نیست. بله و پیشتر هم اشاره شد که خوب تعداد زیاد از رهبران اخوان المسلمین فعلا در زندان هستند. فکر میکنین این جریان در حال حاضر به کدام سو در حرکت و چی تاثیر گذاشته بالای فعالیت هایی که این جریان از گذشته داشته و حالا هم در مصر داره؟ دا خو ټول دنیا ته معلومه ده که دغه رهبران دی اخوانیان اوس په مصر کې دي. تاسو خبر یاسته چې په مصر کې اوس په سلو کې 15 یا 30 و پوری ټول خلق منسجم سوي دي او د دغه ظلم چې په دې باندې سوای ده دا نه مني او هغه تنظیمونه چې مخته د دې سره ولاړ نه و اوس هغه تنظیمونه له دې سره ولاړ دي چې دغه ظلم موږ په اخوانیانو باندې نه ده دا ټول مصر باندې ده. یو خو وریه تاثیر داده بل په جهان د اسلام کې ډېر تاثیر کړی ده چې کله یو څوک اسلامي مبارزه کوي دیموکراسی غواړي ازادي غواړي د ملتو لپاره خپل خدمت کوي او هغه څوک نه پریدي د ملتو خدمت ته دا په ټوله دنیا کې دا نور مسلمانان نور تنظیمونه نور خلک سره منسجم کیږي او د هغه څوک چې دی غواړي چې دا نوښتونه له مابین یوسي هغه به ان شاء الله دا خپل ارمان ګور ته وړي دی دغه نوښت دغه اسلامي مبارزه لما بین نشی ولای او دا بورس پورس قوی کی. بله سپاس دار. آقای رهینان چه که شما تعقیب کردین و در جریان هستین واکنش های یا ذهنیت روحیه دیگر کشورها را بخصوص کشورهای اسلامی را در پیوان بستور اعدام حکم اعدام محمد مرسی و چند تن دیگر از رهبران اخوان چی واکنش های این کشورها دارن و روحیه برای صدور این حکم چی است در برخی کشورهای اسلامی؟ ما از زعمای اکثر کشورهای اسلامی انتظار نداریم چون هم از زیر بار استعمار رفته هستند و استعماری که میخواستن همچون حادثه علمناک و حادثه تلخ در مصر تکرار شد. ولی از کل امت اسلامی من حیث یک مسلمان آرزوی ما ایست که در برابر ظلم در هر نقطه از جهان اسلام که علیه مسلمان ها ظلم صورت میگیره من حیث یک واجبه و مکلفیت دینی در برابر ظلم صدای خدا بلند کنند. چی رسد به این ظلم ناروایی که بر یک کشور مسلمان و بر یک زعامت اسلامی یک کشور مسلمان که مصر است حکومت مشروع و قانونی به زور استبداد سقوط میکنه و رهبران مسلمان بدون کدام دلایل موجه جرمی پشت میله های زندان میره و جرم هم مسلمان بودنشان است و شهادتشان است و استقلال و آزادی و عدالت اسلامی در جامعه مصر و در کل امت اسلامی است با این جرم پشت میله های زندان میره. ما از جهان اسلام از امت اسلامی از مسلمان ها آرزوی ما ایست که صدای خدا بلند کنند نه تنها بحث مصر بلکه امروز مطرح است بحث میانمار مطرح است بحث فلسطین مطرح است در هر نقطه ای از جهان اسلام که بر ضد مسلمان ها استبداد کار را انجام میدهند صدای رسای خدا بکشند. وقتی صدای رسای امت اسلامی بوده باشه همونطور یکی از بزرگای دین وقتی گفتن که اگر مسلمان ها اتحاد داشته باشن هر کدام هر کشور اسلامی یک تاس آب میریختن سیل میشد اسرائیل را آب میبرد و اگر واقعا امت اسلامی اتحاد داشته باشن میشود در برابری
هر نوع استبدادی مقابله کرد و استقلال کشورهای اسلامی در پرتو وحدت امت اسلامی حتمی است که ما امیدوار هستم که زعمای کشورهای اسلامی به خود آیند و آنچه را که عزت و افتخار را در جهان اسلام مسلمان ها دارن و عزت و افتخار و سربلندی امت اسلامی را حفظ کنند. بحث مصر بحث بسیار دردناک است و این دادگاه ظالمانه در قسمت فیصله کرده و ما یقین کامل دارم تکرار میکنم که انشالله این فیصله ظالمانه تطبیق نخواهد شد و کل امت اسلامی و بخصوص ملت مسلمان مصر و حتی کسایی که یک روز با مرسی مخالف بودن و امروز پهلوی هواداران نشستاد است و این فیصله را ناعادلانه میخوانند و آماده هستند برای فداکاری برای تغییر و تحول بزرگ در مصر فداکاری بکنند. بله، یک مسئله گره خیلی کوتاه گره در پایان اشاره کنین و حالا با چالش ها و مشکلاتی که نهضت اخوان المسلمین در مصر داره یا رهبرای این نهضت دارن، آینده این جریان را چگونه میبینین و چه کاری باید اینا انجام بدن در حال حاضر؟ من باورمند هستم در مسئله مصر، چون رهبران مصر و ملت مسلمان مصر و نهضت اخوان المسلمین بر مصر بر اساس یک مکتب اصول و تربیه مکتبی و بر اساس یک مکتب تربیه شدن. اگر ده ها تن همچون رهبران شهید بشن و از دنیا برون، اون نهضت بی رهبر نمیمانه، باز یکی بزرگ دیگر استاد میشه و این نهضت بزرگ رهبری میکنه و این رهبریش از بین نخواهد رفت. و هر قدر اگر حکومت های استبدادی و غیر قانونی هم بخونه، او قانونی است، در قلب ملت مصر جا داره و در قلب کل امت اسلامی جا داره و این عزت خاموش شدنی هم نیست و فراموش شدنی هم در تاریخ نیست. خیلی سپاس. در پایان هم سپاس از حضور و وقت مهمان برنامه قاضی راز محمد بریلی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان و قاضی عبدالرحیم رحیم، عضو مجلس نمایندگان. شما بینید دایره هم سپاس تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.